درود دوستان، امروز باز ما اینجا جمع شدیم جلوی نوبل هیس اسلو نروژ در مورد حمایت از زندانیان سیاسی. امروز مهمون خیلی عزیزی داریم، دکتر امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر. در این زمینه می‌خواستم گفتگو در توضیح بده. الان در دولت جدید که تو ایران حاکم روحانی، چه وضعیتیه و وضعیت حقوق بشر خصوص زندانیان در چه حالیه؟ ببینید، در ایران دولت جدید حاکم نیست، ما همون نظامی رو داریم که 30 سال پیش داشتیم با ولی فقیه و قدرت و اختیار کامل هم دست ایشون هست. رئیس جمهورها میان و میرن، ولی سیستم برای اینکه تغییر اساسی بکنه، به خصوص مسئله حقوق بشر، ما باید تغییرات بنیادین در قانون اساسی داشته باشیم. اولینش هم اینه که تمام قدرت در اختیار یک فرد نباشه، شورای نگهبان نباید داشته باشیم، و بعد از اون میشه صحبت که از تغییر یا اصلاح در ایران. وضعیت حقوق بشر متاسفانه از بعد از انتخابات نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده. ما سازمان حقوق بشر مسئله اعدام رو دنبال میکنه. یکی از اعدام به عنوان یکی از مهمترین شاخص های نقض حقوق بشر در واقع استفاده میکنه. ما دیدیم که تعداد اعدام ها از پس از انتخابات حتی بیشتر از قبل هم هست، و اعدام زندانی سیاسی داشتیم، اعدام های زیادی در بین گروه های اتنیکی ایران داشتیم، و اینا خب ما رو نگران میکنه. و تنها تغییری که ما دیدیم در این 6 ماه گذشته اینه که با وجود افزایش تعداد اعدام ها اعتراض های بین المللی کمتر شده، و این کاری که شما میکنین امروز و همه ما انجام میدیم هر روز میتونه این تأثیر رو داشته باشه که به جهانیان در واقع این رو یادآوری کنه که وضعیت حقوق بشر تغییر نکرده و حقوق بشر رو باید بهش ارجحیت بالاتری داد. مرسی. یه سوال دیگه دارم. اونای هموطنانم که تو خارجن، به خصوص اونایی که دوست دارن در این زمینه فعالیت کنن، به نظرتون چه کار مفیدی در این زمینه میتونن بکنن؟ من فکر میکنم که اگه صورت مسئله رو همه بیاد داشته باشن، که خب مسئله حقوق بشر، یعنی وضعیت حقوق بشر اینقدر وخیمه در ایران و ما نیازمند فشار بین المللی و توجه بین المللی هستیم، خب اون موقع هر کسی بر اساس توانی که داره، بر اساس امکاناتی که داره میتونه فعالیت کنه. شما از نوشتن یک ایمیل، از فعالیت در فضای مجازی، در رسانه‌های اجتماعی، تا افشاگری که شما دارین انجام میدین با نشون دادن عکس، هر چیزی میتونه تاثیرگذار باشه. مرسی که وقتتون گذاشتید. مرسی شما وقتتون گذاشتید.